سرخط خبرها. از گرمی گفتگوهای صلح تا خونسردی حکومت افغانستان، رئیس جمهور غنی میگوید در مورد گفتگوهای صلح باید محتاط بود. نتیجه گیریم ایست که باید محتاطانه امیدوار باشیم. معرفی رسمی سرپرست ریاست امنیت ملی دکتر عبدالله عبدالله میگوید حکومت وحدت ملی از اداره امنیت کشور پشتیبانی قوی خواهد کرد. حمایت کامل از امنیت ملی افغانستان در حکومت وحدت ملی صورت میگیرد. آیا نبیل به فرمایش پاکستان برکنار شده است؟ هر غلی دیده دولت به او چات اجازه ورکی چه ارتوهی چه او غلی دی امنیتی نهادو لریکی سل کال جنگ دی پار آمادگی بسی. هر چوک صدا توروهی ملی خیانت خواهد است. مادر انتحاری بلای برجان کودکان، یک بانوی خارجی روسی زبان خود و سه کودکش را در ولایت ننگرهار انتحار کرد. آغاز کار عملی پروژه تاپی تا دو روز دیگر، رئیس جمهور غنی برای گشایش این پروژه به ترکمنستان می رود. پس فردا انشالله تعالی سنگ تعداد پروژه تاپی که از یک ده زیادتر ما برش منتظر بودیم گذاشته خواهد شد. و ورود پناهجویان سوری به کانادا رسما آغاز شد. سلام بر شما. با مهمترین ها از یک در شام جمعه با من نصرت منصور خوش آمدید. رئیس جمهور غنی به نتایج گفتگوهای صلح محتاطانه خوشبین است. آقای غنی از مردم می خواهد در این مورد صبر داشته باشند، زیرا این روند در ماهای آینده فراز و فرودهای زیاد خواهد داشت. رئیس جمهور غنی که به تازگی از نشست قلب آسیا بازگشته می گوید در این نشست پاکستان تعهد کرده تا برای سرکوب گروههایی که به صلح نمی پیوندند اقدام نظامی شود. آقای غنی در مورد استعفای رحمت الله نبیل می گوید کسانی که می پندارند نبیل بعد از سور کشورهای خارجی برکنار شده خیانت ملی را مرتکب می شوند. زکریای حسنی گزارش می دهد. داستان یک دو روز پسین از همین جا آغاز شد. نشست قلب آسیا به میزبانی پاکستان. نشستی که پس از آن رحمت الله نبیل استعفا کرد. حالا رئیس جمهور غنی آمده تا در مورد دستاوردهای همین نشست سخن زند. نخست اینکه برکناری نبیل ربطی به این نشست نداشته و ریاست جمهوری نیز هیچگاهی از پست ریاست امنیت ملی استفاده سیاسی نکرده و نخواهد کرد. امنیت ملی یک نهاد ملی است، یک نهادی است که باید غیر سیاسی باشه، باید موجب اعتبار ملت باشه. هیچ نوع استفاده سیاسی ما از این نهاد نکردیم و نخواهد کرد. اما رئیس جمهور تنها به این واکنش بسنده نمی کند و می گوید هر که فکر می کند که نبیل به فرمایش کشورهای بیرونی برکنار شده خیانت ملی را مرتکب شده است. هر چوک چه دا فکر لری چه دا افغانستان ولسمشر یا دا امنیت شورا یا هر غلی دیده دولت به او چات اجازه ورکی چه ارتوهی چه او غلی دا امنیتی نهادو لری کی سل کال جنگ دی پار آمادگی اونیسی. هر چوک صدا تروی ملی خیانت خواهد ازی. چوک پا افغانستان امور که مداخله کولیسی. اما کلیدی ترین موضوعی که در نشست قلب آسیا و در نشست های حاشیه‌ای این نشست روی آن گفتگو شد، موضوع از سرگیری روند گفتگوهای صلح بود. روندی که به گفته رئیس جمهور غنی در هفته های آینده اثر گرفته خواهد شد، اما خودش در مورد نتیجه آن محتاطانه امیدوار است. نتیجه گیری ایست که باید محتاطانه امیدوار باشیم. ماهای آینده مذاکرات صلح، نتیجه رسیدن به صلح تا او بالا خواهد داشت. این حوصله نهایت زیاد کار داره، تمرکز اساسی به کار داره تا ما به هدف برسیم. اما پرسش اینجاست، در زمانی که طالبان به دسته های گوناگونی تقسیم شده اند، باید با کدام دسته طالبان صلح کرد؟ رئیس جمهور در این مورد میگوید آن دسته از طالبان که صلح میکنند باید مشخص شود. دی طالبان واحد حرکت وجود نداره. نو ځکه ضرور ده چې موږ پوه شو د همدې دپاره ده چې ما وویلې
هغه خلق چې روغه منی او هغه چې نه منی. اوس وخت د انتخاب راغلی د ډلو ته چې هغه څوک چې روغه منی په اصولي توګه راسي روغې ده. وی همچنان از تعهد تازه پاکستان سخن میزند و میگوید در نشست قلب آسیا پاکستان تعهد کرده تا با آن شمار از گروه هایی که صلح نمی کنند برخورد نظامی شود. پاکستان بالاخره پذیرفت که در صورتی که آن عده از گروه های که نخواهند سلاب به زمین بگذارند به صورت مشترک علیشان با استفاده از تمام وسایل به شمول استعمال قوا عمل خواهد. بار دیگر در حال گپ از آغاز دوباره گفتگوهای صلح زده می شود که چند دستگی در میان طالبان اوج گرفته و کابل و اسلام آباد نیز پس از سناریوی اتهام زنی بار دیگر تصمیم همکاری با یکدیگر گرفتند. حال دیده شود که تعهدات تازه تا چه حد ضمانت اجرایی دارد، هرچند این تعهدات در حضور امریکا و چین صورت گرفته است. دکتر عبدالله عبدالله میگوید حکومت وحدت ملی با جدیت تمام از کارکرد اداره امنیت ملی کشور حمایت خواهد کرد. آقای عبدالله از خدمات رحمت الله نبیل در این پست سپاسگزاری کرده و مسعود اندرابی را امروز رسما به حیث سرپرست این اداره معرفی کرد. از سوی هم مسعود اندرابی هشدار میدهد اجازه نمیدهد که دشمنان مردم افغانستان به اهدافشان دست یابند. معرفی سرپرست اداره امنیت ملی دکتر عبدالله عبدالله رئیس اجرایی رسما مسعود اندرابی را به حیث سرپرست این اداره معرفی و از زحمات رحمت الله نبیل در این پست قدردانی کرد. وظیفه بسیار بزرگ و خطیر ملی به عهده آقای مسعود اندرابی که قبلا معاون اپراتیوی امنیت ملی بودند، این مسئولیت بزرگ به عهده ازیا گذاشته میشه. حمایت کامل از امنیت ملی افغانستان در حکومت وحدت ملی صورت میگیره. در این مراسم رحمت الله نبیل نیز حضور داشت. مسعود اندرابی که به روز جمعه رسما کارش را به عنوان سرپرست ریاست امنیت ملی آغاز کرد، هشدار می‌دهد که تلاش های حراس افغانان را در نطفه خونسا خواهد کرد و نخواهد گذاشت که دشمنان مردم افغانستان به اهداف شومشان دست یابند. با توجه به چالش های موجود مسئولیت خطیر را عهده‌دار می شوم. تعهد من به عنوان سرپرست ریاست عمومی امنیت ملی به نیابت از مجموع همکارانم در مرکز و ولایات این است که به هیچ وجه نخواهیم گذاشت تا دشمنان مردم افغانستان با آرمانهای شوم و خصمانهشان نائل آیند. آقای اندرابی همچنان میگوید تلاش خواهد کرد تا امنیت ملی را به عنوان یک نهاد غیر سیاسی و مستقل نگه دارد. تعهد کوم چې د ملي امنیت عمومي ریاست د یو خپلواکه غیر سیاسی او مسلکی ارگان په توګه وساتم او د ملي امنیتي قهرمانانو منصوبینو په مټ به د امنیت په ټینګښت او د دښمنانو د دسیسو او توطیو په شنډولو کې هر راز سعی او کوښښ وکړم. مسعود اندرابی پیشتر به حیث معاون اپراتیوی امنیتی ملی کار میکرد. او دارای مدرک لسانس است و از رشته مدیریت و تکنولوژی معلوماتی فارغ شده است. در خبرنامه ریاست امنیت ملی آمده است که آقای اندرابی افزون بر زبانهای ملی و زبانهای انگلیسی، عربی و اردو نیز تسلطی کامل دارد. بریتانیا برای به نتیجه رسیدن گفتگوهای صلح افغانستان سخت تلاش می کند. وزیر بریتانیا برای افغانستان و پاکستان می گوید که کشورش به گونه گسترده در این روند دخیل است و می کوشد تا این روند هرچه زودتر به پیروزی برسد. در همین حال وی از رهبران حکومت وحدت ملی می خواهد زمینه ها را برای استفاده از منابع طبیعی برای رشد اقتصادی مردم افغانستان فراهم کنند. قیام نوری گزارش می دهد. گفتگوی ویژه تلویزیون یک با وزیر بریتانیا برای افغانستان و پاکستان. توایز الوود در این گفتگو میگوید که فضا برای به ثمر رسیدن گفتگوهای صلح تغییر کرده است و حکومت های افغانستان و پاکستان بیش از هر زمان دیگر برای به ثمر رسیدن این روند همکاری می کنند. آقای الوود می افزاید که بریتانیا نیز در این روند به گونه گسترده دخیل است. بریتانیا در پیوند بر روند صلح حکومت افغانستان هرگز بی‌طرف نبوده است. ما به گونه قوی در این روند دخیل هستیم. ما به این روند خیلی متعهد هستیم و تلاش میکنیم که گفتگوها به نتیجه برسد. در کنار بدتر شدن روزافزون امنیت در کشور، مردمان این سرزمین با چالش های سخت اقتصادی هم دست به گریبانند، آنچه که خیلی ها را مجبور به ترک کشور کرده. این مقام بریتانیایی میگوید باید از منابع طبیعی برای رشد اقتصادی استفاده کرد.
کاملا و رهبران حکومت افغانستان باید هم از ظرفیت های کلان اقتصادی در منطقه استفاده کنند، زیرا مردم از آنان انتظار همین کارها را دارند. منابع بزرگ زیرزمینی در افغانستان وجود دارد و نیاز است که این منابع استفاده شود، از زمین کشیده شود و برای رفاه مردم مصرف شود. من در این باره با مقام های حکومت افغانستان هم گپ زدم. از وی درباره تهدیدهای اخیر بر ضد فعالان مدنی و رسانه‌ای در کابل پرسیدیم. وی میگوید که جامعه جهانی رسانه‌ها را حمایت می‌کند، اما می‌افزاید آزادی بیان در افغانستان دوباره هرگز محدود نخواهد شد. آزادی مطبوعات در حال حاضر به سطحی رسیده که شما دیگران را محدود ساخته نمی‌توانید، اما در کنار آن رسانه‌های افغانستان باید مسئول باشند و مسئولانه عمل کنند. و این مسئله است که حکومت بریتانیا نیز از آن پشتیبانی میکند. بریتانیا در 14 سال گذشته پس از آمریکا بیشتری نیروی نظامی را در افغانستان داشته است. این کشور بیش از 400 سربازش را در جریان نبردها در کشور از دست داده. آگاهان میگویند نقش بریتانیا برای تامین صلح در کشور خیلی مهم است، زیرا این کشور با سازمان استخباراتی و ارتش پاکستان که بر گروه های اطراف افغان نفوذ دارند پیوندهای عمیق دارد. از سوی هم محمد محقق معاون دوم ریاست اجرایه هشدار می‌دهد که با گرم شدن هوا کشور گواه جنگ‌ها و خشونت‌های شدیدتر از امسال خواهد بود. آقای محقق می‌گوید حکومت هنوز به نتیجه گفتگوهای صلح شک دارد، اما حکومت وحدت ملی هنوز هم با شعار صلح گام برمی‌دارد. غازی رسولی جزئیات می‌دهد. برقراری صلح و آشتی در کشور همچنان در حال از ابهام، اگرچه پس از نشست قلب آسیا بار دیگر تلاش ها برای از سرگیری گفتگوهای صلح آغاز شد، اما به نظر می رسد این بار در کنار شهروندان کشور مقام های حکومتی نیز چندان به موفقیت این روند باورمند نیستند. چنانچه محمد محقق معاون دوم ریاست اجرایی حکومت می گوید هنوز به صداقت پاکستان شک دارد. اما هنوز هم ما در صداقت این موضوع تردید داریم، اما همزمان با مذاکرات صلح خونین‌ترین جنگ‌ها در جنوب کشور ما واقع شد. ولسوالی خانشون سقوط کرد، سر میدان هوایی جنگ شد، بیش از 50 نفر زن و مرد که اکثرشان غیر نظامی بودند و زن و طفل بودند کشته شد. آقای محقق همچنان تاکید دارد که حکومت وحدت ملی شعار صلح را نسبت به جنگ اولویت می‌دهد، اما هشدار می‌دهد که در سال آینده و در فصل جنگ کشور گواه نبردهای خونین‌تر و شدیدتر از امسال خواهد بود. ما مذاکرات خود را می‌کنیم، گام‌های صلح را ما برمی‌داریم، شعار جنگ را نمی‌دهیم، اما این موضوع را باید داشته باشیم که هنوز هم کشور ما دچار شدیدترین بحران‌ها است و بعد از زمستان شاید در بهار آینده شاهد جنگ‌های سخت باشیم که هنوز همین جنگ‌های سال گذشته فراموش شد. در 13 سال پس این همواره روند گفتگوهای صلح با تکیه بر نقش پاکستان به پیش رفته است، روندی که تا کنون به موفقیت نینجامیده و مردم روی صلح را ندیدند. حال با گرم شدن بحث ها در این مورد هنوز بسیاری ها به شمول رهبران حکومت وحدت ملی نسبت به تامین صلح در کشور تردید دارند. یک خانم خارجی خود و 3 کودکش را انتحار کرد. این بانو که به زبان روسی صحبت می کرد از سوی امنیت ملی بازداشت شده بود. مقام های محلی در ننگرهار می گویند شب گذشته کارمندان امنیت ملی موتر عامل این خانم و چندین تن دیگر از همراهانش را در منطقه درونته متوقف و آنان را بازداشت می کند، اما زمانی که آنها را برای تحقیقات بر ریاست امنیت ملی به شهر جلال آباد می آورد، این بانو خودش را انتحار، 3 کودک خود و 1 کارمند امنیت ملی را از بین میبرد. کارمندان امنیت ملی بررسی ها را در مورد این افراد آغاز کردند. امنیتی ملی امنیت کارمندان و نیول شوی کسان راوړل اداری تا هغه مهال کله چې نران او ښځې مېرمن جلا کوله، هغې وروسته نرۍ جلا کړي دي او مېرمن یې په زار پورې چاودونکو توکو ته چاودنه ورکړې ده، چې له امله یې خپله مېرمنه وژل شوې، درې ماشومان هم وژل شوي. د ملي امنیت یو سرتیری هم په دې پېښه کې شهید شوی دی. دغه کسانو پښتو ژبه خبرې نه شوی کولی، په روسي ژبه غږېږي او داسې ښکاري چې د بهرنیو هېوادونو وګړي اوسي.
کار پروژه انتقال لوله گاز ترکمنستان یا تاپی پس فردا در اشقاباد آغاز می شود. در مراسم گشایش این پروژه بزرگ اقتصادی، رئیس جمهور غنی و مقامات پاکستان و هند در ترکمنستان شرکت خواهند کرد. وزارت امور خارجه می گوید که پروژه تاپی تا سال 2020 تکمیل می شود و 4000 نفر در افغانستان امنیت این پروژه را تأمین خواهند کرد. پس از 10 سال چانه‌زنی، سرانجام کار عملی بزرگترین پروژه اقتصادی کشور به روز یکشنبه هفته آینده آغاز می شود. ترکمنستان که 85% سهم‌دار این پروژه است، مقامات افغانستان، پاکستان و هند را در مراسم گشایش آن میزبانی می کند. لوله گاز ترکمنستان با پیمودن 1735 کیلومتر از راه افغانستان به پاکستان و هند می رسد و 7 میلیارد و 600 میلیون دلار هزینه برمی دارد. پس فردا انشالله تعالی سنگ تهداب پروژه تپی که از 1 دهه زیادتر ما برش منتظر بودیم گذاشته خواهد شد. ترکمنستان اقدامات نهایت وسیع برای تحکیم اقتصادی افغانستان روی دست گرفته که بعد از او سفر بازم برتان تشریح داده خواهد شد. کابل، اسلام آباد و دهلی هر کدام 5% سهمدار پروژه انتقال گاز ترکمنستان هستند. اما گفته می شود که افغانستان تنها می تواند 2% این پروژه را خودش و 30% دیگر آن را از طریق کشورهای کمک کننده تمویل کند. در کنار اقتصاد، عمل شدن این پروژه امنیت را در منطقه نیز بهتر خواهد ساخت. اما وزارت امور خارجه می گوید که تنها در بخش امنیتی به 4000 نفر زمینه کار فراهم می شود و در کل امنیت این پروژه را در افغانستان و پاکستان 6500 نفر تامین خواهد کرد. روز شنبه 20 سالگرد اعلام به طرف ترکمنستان است و روز یک شنبه پروژه تاپی افتتاح میشه، البته با حضور مقامات جمهوری اسلامی افغانستان، جمهوری ترکمنستان، جمهوری هند و جمهوری اسلامی پاکستان افتتاح میشه و این پروژه تا سال 2020 تکمیل میشه. یعنی در سال 2020 پروژه تکمیل خواهد شد بر اساس محاسباتی که قبلا صورت گرفته بود. انتظار می رود 12 پمپ فشار برای انتقال گاز نصب شوند که از این میان توافق شده 5 پمپ آن در افغانستان ایجاد شود. پروژه تاپی از ترکمنستان آغاز و با عبور از ولایت‌های هرات، فرا، کندهار و هلمند وارد پاکستان و هند می شود. کابل از این راه گذر سالانه 400 میلیون دلار درآمد خواهد داشت. هیئت از بازرگانان هندی برای بررسی زمینه‌های سرمایه گذاری به کابل می آید. مسئولان اتاق تجارت و صنایع ایالت پنجاب هند می گویند سرمایه گذاران هندی خواهان سرمایه گذاری در بخش‌های کشاورزی، انرژی، بسته‌بندی غذا، ماشین‌آلات و آب و برق در افغانستان هستند. در این حال شمار از بازرگانان افغانستان که در نمایشگاه پنجاب هند اشتراک کردند از شرکت‌های هندی دعوت کردند تا یکجا با شرکت‌های افغانی در بخش‌های گوناگون در افغانستان سرمایه گذاری کنند. سجاد محمد جزئیات می‌دهد. در حاشیه نمایشگاه تجارتی پنجاب هندوستان، هیئت افغانستان دید و بازدیدهای با بازرگانان و سرمایه‌گذاران هندی و کشورهای عضو سارک داشتند. هیئت افغانستان فرصت‌ها و زمینه‌های سرمایه‌گذاری‌ها را در بخش‌های گوناگون در افغانستان به اشتراک کنندگان این نمایشگاه ارائه کرد. اتاق تجارت و صنایع پنجاب تقدیرنامه ای را به نمایندگی از هیئت افغانستان و احمد شاه حکیمی معاون اول اتاق تجارت و صنایع کابل اهدا کرد. همچنان توافقنامه همکاری ها میان اتاق تجارت و صنایع پنجاب و اتاق تجارت و صنایع کابل امضا شد. پیشنهاد ما برایشان این بود که بیاین در افغانستان باز کمپانی ها و باز شرکت هایتون بیاین با افغان ها مشترک کار بکنن، به خاطر اینکه پالیسی دولت ما ایست که صنعت افغانستان و تولیدات افغانستان این رشد کنه. با ارتباط ما از اونا دعوت هم کردیم که بیاین در افغانستان فابریکایتون رو بیارین و با افغان ها پارتنر شوین. بهترین کاری است که تولید خود وطن هندستان بودین این نمایشگاه، همه چیز از تولیدات خود ایران به نمایش گذاشتن. در همین حال وزیر تجارت و صنایع ایالت پنجاب هندوستان بر افزایش داد و ستد بازرگانی میان هندوستان و افغانستان تاکید دارد. بهترین کار این است که هر دو کشور فناوری‌هایشان را با هم شریک سازند. در این داستان ما حاضر هستیم که افغانستان را کمک کنیم. ما افغانستان را به حیث یک دوست خیلی قدیمی من میشناسیم. میان مردمان این دو سرزمین از گذشته های خیلی دور تجارت و بازرگانی رواج داشته است.
همزمان با این قرار است در جریان سال پیشروی میلادی هیئت بزرگ از بازرگانان و سرمایه گذاران هندی برای بررسی زمینه های سرمایه گذاری به افغانستان سفر کند. هرچند چالش های امنیتی یکی از نگرانی های این سرمایه گذاران است. من در نظر دارم که سال آینده هیئتی از بازرگانان هندی را از بخش های مختلف همچون کشاورزی، بسته‌بندی غذا، انرژی، ماشین آلات و آب و برق به کابل بیاورم. هدف اصلی ما این است که بازرگانان ما باید از نزدیک فضا و شرایط را در افغانستان ببینند. افغانستان کمتر گواه برگزاری چنین نمایشگاه ها بوده است. این نمایشگاه که در ایالت پنجاب هندوستان برگزار شده در این منطقه در حدود 400 غرفه در این نمایشگاه وجود داره و مسئولان این نمایشگاه میگه که در دو روز اخیر دست کم 100 هزار تن از این نمایشگاه بازدید کرده است. با این هم دیده شود که افغانستان چه زمان قادر خواهد شد که میزبان چنین نمایشگاه های جهانی شود. سجاد محمدی، تلویزیون یک، ایالت پنجاب هندوستان. گروه های عراسفگن در تلاشند تا از ولایت پنجشیر به شمال کشور راه یابند. والی پنجشیر با نگرانی از تهدیدهای جدی امنیتی در این ولایت تاکید می کند که در 5 ماه گذشته شمار از سردسته های قاچاقچیان مواد مخدر بازداشت شدند و هشدار می دهد اگر به ولایت های همجوار پنجشیر توجه نشود و زودی چالش های امنیتی دامنگیر این ولایت خواهد بود. اماده روستایی جزئیات می دهد. پنجشیر از امن‌ترین ولایت ها در 14 سال پسین. ولایتی که با 6 ولایت نارام هم مرز است. چالش های امنیتی در ولایت های نورستان، لغمان، کاپیسا، بغلان، تخار و بدخشان نگرانی های مسئولان محلی این ولایت را بیشتر ساخته است. والی پنجشیر هشدار می دهد که گروه های هراس افغان در ولایت های جنوبی در تلاشند تا از طریق این ولایت خود را به شمال کشور برسانند. تهدیدات اخیری که طی 3-4 ماه اخیر صورت گرفت و بالاخره منجر به سقوط یک ولایت ما شد، ولایت قندوز بود و جنایتی که عناصر افراطی و توریسم بین‌المللی و خارجی انجام دادن که توریست‌های خارجی. اینی مسائل در مجموع، ولو که ولایت پنجشیر الحمدلله 100% امنیت است، ولی تشویش مردم ما را از لحاظ مختلف به اصطلاح میتونه که زیاد بسازد. والی پنجشیر اما تاکید میکند که در 5 ماه پسین ده‌ها تن از باندهای مافیایی مواد مخدر را در این ولایت بازداشت کردند. کسانی که میخواستند صدها کیلوگرم مواد مخدر را از ولایت‌های مشرقی به شمال کشور انتقال دهند. این باندها توسط معلومدار عناصری که با تروریسم منطقوی و بین‌المللی دست دارند با اونا شریک هستند و کوشش دارند که ترافیک مواد مخدر بازکننده رای باشه که بالاخره تروریست ها بدن میان. بنان این مسائلی هم دیگه قسمت هست که همون رقم که مداخلات خارجی و عناصر افراطیت تروریسم هم رواج ساخت در گوشه های از افغانستان که با جلوش گرفته شد، در قسمت مواد مخدر هم در تقویش هم همون باندا دست داره. این نگرانی ها از سوی والی پنجشیر در حال بیان می شود که همکنون گروه های هراس افغان در بیش از 5 ولایت همجواران با نیروهای امنیتی مشغول نبرد هستند. برخی از آگاهان تاکید می کنند که اگر حکومت مرکزی برای جلوگیری از تهدیدهای امنیتی به این ولایت دست به کار نشود، به زودی دامنه ناامنی ها پایتخت را نیز تهدید خواهد کرد. از همراهیتان با مهمترین ها از یک سپاسگزارم، خدا نگهدار.